بیاد کار تمام. یه بنده خدا این آب خیلی میخورد، گفتن چرا اینقدر آب میخوری؟ گفت آقا نماز شب آب میکشه، چیکار کن؟ تو یه دو شب نماز شب بخون ببین فرداش سه تا پارچ آب میخوری. عجیب آب میکشه این نمازشه، ریاوش وایدی نداره و خیفه آرام بی سر صدا. کسی نفهمه، ریا نکن، خودنمایی نکن، خودت نشون نده. دون الجهر من القول بالقدف و الاصال ولا تکن من الغافلین. مواظب باش. دو، بندگان خدا کیان؟ کسانی هن که از خانه هاشون صدای تلاوت و آیات الهی به گوش میرسه. این خونه های من و شما ماشاءالله، در ماشین مسلمون رو واکن ببین چند تا سیدی ترانه است. بعد که میگیم چرا، میگه اینا موسیقی اصیله. پس غیر اصیلش چی اگه این اصیله؟ یک کلا شعری گذاشتیم سر خودمون تا ناف. چهار تا بیدین هم سخنرانی میکنن از موسیقی، آدم به خدا میرسه. آره راست میگه. زراره که شاگرد امام صادق بود تا صبح ویالون میزد، صبح تا زورم تنبک میزد، زورم تا شب فلوت میزد تا برسه به خدا. دروغ میگن شاخدار، سر مردم کلاه میگذارن به نام دین. آدم از موسیقی به خدا میرسه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. کی آدم موسیقی؟ از موسیقی آدم به شیطون میرسه. 4000 شاگرد داشته امام صادق، کدوماشون مطرب بودن؟ کدوماشون تنبک زن بودن؟ کدوماشون دف زن و نی زن بودن؟ مردم من دوستتون دارم که بهتون میگم شاید امشب یه سری از دست من ناراحت بشن که چرا آقا با یه چوب میزنه زیر تمام موسیقی. امرو برای من مهم نی که شما چه نمره‌ای به من میدید، روز قیامت اونجا انشالله هم دیگه رو میبینیم. شما میدانید و امیر المومنین، من دارم بهتون میگم کلا دارن سرتون میگذارن به نام دین. آدم با موسیقی به خدا نمیرسه، به جهنم میرسه، از امام زمان جدا میشه. دروغ میگن، دروغ میگن که میگن هم موسیقی آدم به خدا میرسه. کدوم موسیقی؟ یه شاگرد از شاگردان علی بیار، کدومشون اهل این حرفا بودن؟ تو ببینی فقط موسیقی مال 20 سال پیشه، مال 500 سال پیش موسیقی اختراع شده. اولین کسی که بشکن زد و آواز خون و رقصی شیطون بود در مرگ حضرت آدم. برید روایت شو ببینید. موسیقی هزاران سال است از قدمتش میگذرد، کاری با 1400 سال پیش ندارد که بگی در زمان پیغمبر که دف و تنبک و ویالون و اینا نبوده. بله، اما آلات موسیقی روز بوده، فلوت بوده، نی بوده، تنبک بوده، دف بوده. کجا امیرالمؤمنین و اهل بیت و شاگردان نمره‌ای که اهل بیت اهل این حرفا بوده؟ میخوای موسیقی گوش کنی بکن، چه کار به دین داری؟ جوانه به من میگه آقا من مریده شما تو پمپ بنزینا. حاجا کجا، من تو آسمونا دنبالتون میگشتم، تو پمپ بنزین گیرتون آوردم. گفتم ما در خدمت شما هستیم. صدا ترانش هم بلند، یه پراید داشت صدای ترانک تا 2 کیلومتر برتر میره. گاجا آقا من خدا میدونه تا نواره شما رو گوش نکنم خوابم نمیگونم. آره صداش پیداست، چقدر مرید مای. گو اتفاقا من خواستم از شما سوال کنم این حکمش چیه؟ گفتم پسرم برو گوش کن، کاریم با حلال حرومیش، برو حالتا بکن، برو برو عشقتا بکن، آور ترانه تو گوش بکن. چیکار به فقه داری؟ چیکار به روحانیت داری؟ چیکار به حوزه داری؟ تو چیکار به فتوای مراجع داری؟ برو جوونی تو بکن، تو نمیخوام بپرسم. گفتم اگر بگم حرامه گوش نمیکنی؟ گفت آقا یه کارش بکن. چیکارش بکنم؟
تو بگوی من ابو حنیفه هم؟ من نردبان برای شما نمی شدم. رو منبر پیغمبر نشستم میگم، یه بار دیگه هم میگم، هزار بار دیگه هم گفتم جای دیگه، من نردبان برای شما نمی شدم که از من بری بالا گناه بکنی شب اول قبرم بگی آی دانشمند گفت. نه شرمنده، من اتفاقا دنبال یکی میگردم گناهم دادم گردنش. منم مثل شما، من نردبون نمیشم. تو حوزه‌ای که ما درس خوندیم اساتید ما گفتن حرام است، حرام است، حرام است، این فقهش، این روایتش، این مستنداتش. حالا میخوای بری گوش کنی برو گوش کن، مطرب میخوای بیاری برو بیار، رقاص میخوای بری بیاری برو بیار، دخترت رو میخوان عروس کنن هفت قلم آرایش کنن و میتینگش بدی تو این پارک اون پارک، این بلوار اون بلوار، این خیابون خیابون، هر کاری دلت میخواد برو بکن، اما بدون حرامه. نگو من نمیدونستم، نگو کسی به ما نگفت، حرامه. مسلمونی هنره، هنرمند جوانای عزیز، بچهای محترم که با منبر من نشستید، هنرمند اون کسی نیست که تو صدا و سیما بازی میکنه و حقوق میگیره، هنرمند تویی اگه دین تو حفظ کنی. در قرن 21 و در آخر زمان هر کی دینش رو حفظ کنه هنرمنده. هنر داشته باش، دین تو حفظ کن، نده دست اینو، دین تو نده دست یه باش مطرب، جلو مرجع تقلیدت حیا میکنی، خجالت نمیکشی بشینی ریالون بزنی، و جلو حجت ابن الحسن میتونی بزنی، جلو آخوندش نمیزنی، جلو امام زمان میزنی. خب امام زمان که بابا شاهده بر کل عالم، حاکی بر کل عالم، آخه یه جو حیا داشته باشید مردم. همش که شد ترانه و خرش گیر میکنه، لنگ که میشه، تو گیل گیر که میکنه، بعد میاد میگه نگفتنی آخونده ها نمیگن. تو زندان به خود من میگفت، به خود من، آمدی جانا ولی حالا چرا. منم یقش رو گرفتم گفتم من کجا، من 22 ساله دارم میگم تو کجا بودی؟ تو اون موقع که نوار ترانه گوش میکردی یا به کائنات فوش میدادی یادته؟ یادته اون موقع که آخون میدیدی متلک گفتنت گل میکرد؟ یادته وقتی میگفتن این نوار روحانی و سخنانه بشنو پرد میکردی یا به آسمون و زمین فوش میدادی؟ اون موقع من میگفتم نکن پشت این کار انتهای این مسیر زندانه و بی آبرویی. حالا هم که تو زندان افتادی تازه میندازی گردن من؟ چرا آخونده نگفتم؟ من نگفتم، من که یه عمره دارم میگم. قرآن میگه هر کی بنده منه خونه صدای قرآن بلنده نه صدای ترانه نه صدای گناه. این نشونه که بنده های خداست. سوره احزاب آیه 34 وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. یا صدای قرآن یا بشینید درباره مطالب علمی و حکمت حرف بزنید. خب قرآن که گوش نمی کنیم هیچ، بیایم سراغ حرفایی که می زنیم. شب نشینیامون چند درصدش به درد بخوره؟ این قرآن شما سوره احزاب آیه 34 خونتون دو تا صدا باید بیاد بیرون، یا آیات قرآن یا حرف حسابی به درد بخور علمی که دنیا آخرت تو محکم کنه. همین، غیر این ضرر کرد. حالا شبا که دوره هم میشتی درباره چی صحبت میکنی؟ حرفا رو بریزید تو آبی بگیری. شما میگی چند ازش توفل است؟ ها؟ میگه 120 تاش. ای قربون آدم چیز فهم. ما هیچی نمیدونیم. ولی قدیمیا ببین، قدیمیا برق که نبود، بنز که نبود، سلام الله علیه، هلیکوپتر که نبود، هواپیما که نبود، اصل اولاق بود، اصل شتر بود،
خداشون خیلی فازشون بالا بود. حالا تکنولوژی رفته بالا، انسانیت اومده پایین. اون موقع تکنولوژی پایین بود ولی شعور انسانیت بالا بود. پدر بزرگ تعریف میکرد، تو تعریفا تجربه میداد دست بچه‌هاش، تو تعریفا خط معلوم میکرد، تو تعریفا هشدار میداد، از حجش میگفت، از دوران جوانیش میگفت، از نامردی روزگار میگفت، از بیوفایی زمانه میگفت، از دوست و دشمن میگفت. بچه‌م مینش